خب سلام دوستان، به ویدیو دیگه خوش اومدین. تو این ویدیو قراره که با هم دیگه باکس دوم یا باکس مدیوم روم هکر آف هیل رو انجام بدیم. فقط قبل از اینکه شروع کنیم من چند تا نکته رو بگم. یکی اینکه خب الکی تگ دیفیکالتی مدیوم رو این باکس نخورده، حالا از نظر من که اصلا باکس آسونی نبود، واقعا مدیوم بود و حالا شاید چون الان من یه راست میرم سراغ وانربیلیتی ها، برای شما اونقدر سخت به نظر نیاد، ولی وقتی برای اولین بار خودتون باش برین میفهمید چی میگم. دوم این که خب از اونجایی که پورتای بازمون زیاد بود و مسلمانم اتک وکتورمون زیاد میشن، من دوباره میرم فقط سراغ اون پورتایی که برامون مهمن و باشون کار داریم و من از طریق اونو در واقع باکس رو اکسپلویت کردم و سیستم رو گرفتم. خب میریم که راست اسکن رو ران کنیم تا پورتای بازو به همون نشون بده. SV version enumeration SC در واقع دیفالت اسکریپت و ON که توی دایرکتوری nmap یه آوتپوت داشته باشم به اسم all ports. خب همونطور که گفتم میبینید پورتای بازمون زیادن، 81, 80 و 82 که HTTP هستن، 88 به صورت دیفالت کربراسه، 139 و 445 الان باشون کاری نداریم ولی دونستن این که SMB باز مهمه، 389 و 636 LDAP و LDAPs هستن که ما وقتی اینا رو با کربراس میبینیم، خب از اونجایی هم که باکسمون ویندوزه حدس میزنیم که انوایرمنتمون هم در واقع اکتیف دایرکتوری بشه. حالا یه روشی که برای اینکه حالا من گفتم حدس، یعنی میدونیم باکسمون ویندوزه، اگه پین کنید باکسو میبینید که TTLمون 127ه، تایم تو لیومون 127ه و توی ویندوز به صورت دیفالت این عدد برای بار سوم 127ه. توی لینوکس فکر میکنم 63 باشه اگه اشتباه نکنم. خب میریم ببینیم که پورت 80 مون چیه. به قول خودش یه فوتو استوره که یه بخش ساین اپ داره. ما میام اینجا و یک اد در واقع ادمینیو میسازیم، یوزر ادمینیو میسازیم که ببینیم چه خبره توی سایت. خب مثل اینکه فانکشنالیتی آپلود داریم، خودتون رو خسته نکنید، ما در واقع نمیتونید شلی رو به هیچ صورت، حالا اون چیزی که من امتحان کردم، آپلود کنید که بعد بتونید ریورس شل بگیرید. ولی نکته جالب اینه که شما وقتی در واقع ایمیج رو آپلود کنید، اگه این پایین رو شما نگاه کنید میبینید که در واقع محلی که قرار داره توی یوزرز ادمین و اسم حالا اون عکس است که اگه روش بزنیم میبینید که یوزرز ادمین، ادمینی که حالا اسم یوزر ما بود اینجا، این ادمینه که ما وقتی مثلا اینو ادمین 1 2 3 کنیم و دوباره بیایم این پایین شما نگاه کنید، بیایم روی عکس، میبینید که در واقع دایرکتوری که این عکس توش جی پی کی توش قرار داشت در واقع عوض شد، اسمش ادمین 1 2 3 شد. یعنی چی؟ یعنی اگه اینجا ادمینه ما اینو ریفرش کنیم میگه که پیج نات فاوند، ولی اگه بیایم توی 1 2 3 ادمین 1 2 3 که دایرکتوری جدیدمونه میبینید که پیدا شد. این به ما چی میگه؟ به ما میگه که در واقع روی سیستم بک اند داره کدی اجرا میشه که حالا موو میتونه باشه ام وی روی ویندوز، در واقع دایرکتوری که این عکس توش قرار داره، چون این عکس قدیمیه، عکس جدیدی نیست که ما آپلود کرده باشیم توی یک دایرکتوری جدید، این عکس رو در واقع جابجا میکنه به دایرکتوری جدیدی که میسازه، حالا اسم دایرکتوری قدیمی رو عوض میکنه به در واقع ادمین رو به ادمین 1 2 3 عوض کرد. پس یعنی چی؟ یعنی ما اگه بتونیم بریک بزنیم، حالا توی ویندوز هم با این بریک نمیدن، با این بریک عذر میخوام، با در واقع پایپلاین بریک میدن، اگه بتونیم اینجا بریک بزنیم احتمال این هست که کامند اینجکشن داشته باشیم و بتونیم آر سی بگیریم. ولی شما همونطور که میبینید ما حتی اسپیس هم بزنیم یا هر چیزی بخوایم تایپ کنیم جلومون رو میگیره. شما اگه توی نتورک تبتون بیان و یه بار در واقع چنج یوزر نیم رو بزنید، میبینید که درخواست گت یک اسکریپت دات جی اس میده که اگه بریم ببینیم چی این جاوا اسکریپت، در واقع سانیتایز میکنه اون فیلد تغییر یوزر نیم که فقط از این در واقع کاراکترها استفاده کنیم که از اونجایی که این در واقع جی اس فایل لوکالی هست میتونیم به راحتی بلاکش کنیم. و الان همونطور که یه ریفرش بزنیم، عذر میخوام، میبینید که اینجا بلاک شد و همونطور که میبینید به راحتی میتونیم مثلا اسمو عوض کنیم و پایپلاین و همه چی هم بذاریم. پس اون در واقع فیلتری که روش بود برداشته شد، بلاکش کردیم به همین راحتی. حالا اینجا چیکار میکنیم؟ ما در واقع پایپلاین میذاریم که کامند حالا پاورشل یا سی ام دی که اون پشت رو رو میشه در واقع بریک شه و از طریق پاورشل و کرل در واقع
بخوایم ریورس شل بگیریم باید از طریق ان میتونیم در واقع از طریق ان کات این کارو کنیم. ان سی که ان سی دات تی ایکس تی او یک باینری شو برای ویندوز توی یوزر شیر ویندوز ریسورسز باینریز میتونین پیدا کنید، یک ان سی دات ایکس تی کپیش میکنیم اینجا که ترانسفرش کنیم و از طریق اون در واقع اینو بذاریم من ببندم که از طریق اون در واقع یک ریورس شل بگیریم. پس هستش میکنیم در واقع این NCO 10.9.187.45 روی 8000 NC.exe همین NC که اینجا داریم و آوتپوت NC.exe. خب IP هم اشتباه زدم اینجا، حالا درست شد. اگه اینجا واسیم میبینید که در واقع درخواست get این NC.exe میاد و فایل ترانسفر میشه، یه خورده طول میکشه، وای میستیم که درخواست بیاد. همطور که میبینید درخواست گت ما اومد، NC رو در واقع دریافت کرد و NC الان در واقع روی باکس بکند این سروره هست. خب الان ما چی کار میکنیم؟ ما میدونیم که کامند اینجکشن داریم و NC هم ترانسفر کردیم روی باکس. حالا از طریق در واقع NC به راحتی میتونیم باز دوباره مثل این که چی شد بیایم توی نتورک تب اینو یه چینج بزنیم. یه خوردم طول میکشه، عذر میخوام. دوباره script.js رو بلاک کنیم، یه ریفرش دیگه بزنیم و بریم توی پروفایل. خب الان که ما در واقع همونطور که میبینید، حالا من باکس انجام دادم، اینا شانس هست NC رو داریم، پس NC.exe بزنیم. در واقع از طریق نتکت به آی پی خودمون متصل میشیم، یک NCNVLP 1234 هم اینجا میذاریم. بذاریم من اینو اول کلیر کنم. بعد در واقع یک لسنر اینجا داریم که روی پورت 1234 داره گوش میده، پس آی پی مون رو میزنیم 1234 و وقتی که بهش کانکت شدی چیو اکسیکیوت کن پاور شل. پس وقتی اینو بزنیم میبینید که کانکشن رو میگیریم، در واقع فوت هولد اولیه‌مون رو میگیریم و پاور شل برامون در واقع اجرا میشه. خب حالا اینجای کار پریوسک من ویمپیز رو آوردم ران کردم، چیز خاصی به نشون نداد. داشتم فکر میکردم از اونجایی که در واقع باکسمون انوایرمنتمون اکتیو دایرکتوریه، چرا شارپ هاوند رو نیارم که در واقع لوت جمع کنم و بریزمش توی بلاد هاوند، همونطور که این بالا میبینید. حالا بهتون نشون میدم تا ببینم چه شکلی میتونم در واقع دومین ادمین رو بگیرم. حالا من توی این ویدیو چون نمیخوام زیاد طولانی شه و حالا بالا آوردن سرور نیو فور جی و بلاد هاوند و ایناش مشکل داره نشون نمیدم و حالا شما هم ضروری نیست، این فقط وقتی این کارو کنیم در واقع چی کنیم، لوتمون رو بیاریم اکسپورت کنیم توی بلاد هاوند بریم. من داشتم کوئری های حالا در واقع کاست دیفالتش رو میدیدم، لیست آل کربروستبل اکاونتس. اگه اینجا ببینیم، حالا اینکه تی جی تی هیچی، در واقع این یوزر روی باکس، حالا اگه ما نت یوزر هم بزنیم، این یوزر مثل اینکه کربروستبله. حالا شما اگه نمیدونین این اتک چیه، اگه دوست داشتین بگین که من یه ویدیو در واقع ایجاد کنم که توضیح میدم این اتک چه شکلیه. ولی وقتی بدونیم این اکاونت کربروستبله، میتونیم با استفاده از روبیس که حالا من این بالا دارم، روبیس رو ترانسفر کنیم اینجا و در واقع چی میگم بهش، NTLM هشش رو بگیریم. و یه نکته مهم دیگه هم هست، نت یوزر رو روی این در واقع یوزر اگه بزنم میبینید که در واقع ادمینستریتره، توی گروپ ادمینستریتر هست. پس اگه اینو از اونجا هم که حالا SMB باز بود، اگه پسورد این یوزر رو بگیریم توسط PSExec که حالا یه تول توی این پکته، میتونیم سیستم یا انتی آثوریتی رو بگیریم. خب پس چی کار میکنیم؟ روبی اس رو اینجا میاریم که نمیدونم چرا کلیر زدم روی پاورشل. شیر ویندوز ریسورسز باینریز روبی اس رو شما از توی این گیت هاب بگیرید، خودتون کامپایلش کنید چون ایکسیش رو نمیدن. این روبی اس رو در واقع ترانسفر کنید روی این باکس که ران کنید و NTLM هشه این یوزر رو که توی گروپ ادمنستریتر بود بگیرید. از سرور اون رو آپ میکنیم، این اسم رو من کپی کنم با استفاده از curl 10.187.45
این فایل هم در واقع ترانسفر میکنیم. یه لحظه. خب عذر میخوام. این فایل هم ترانسفر میکنیم اینجا و میبینید که روبیس اینجا هست. میتونیم به راحتی روبیس رو ران کنیم و ازش بخوایم که کر بروست کنه. میبینید که تشخیص داد این یوزر در واقع کر بروستبله و NTLM هشش رو به همون داد که ما میتونیم از طریق حالا در واقع نتکت اینو ببخشید دوست میخوام از طریق هشکت اینو در واقع رمزنگاریش کنیم، دیکریپتش کنیم، کرکش کنیم به قول معروف. حالا من در واقع یه فرمت بهتری هم بهش بدم که در واقع عذر میخوام no wrap چی بود این؟ یک لحظه عذر میخوام. آها خب یه فرمت در واقع راحت تری رو بهمون میده که برای هشکت داشته باشیم. این هش رو در واقع کپی میکنیم، میایم روی باکس خودمون، اصلا با باکس توی دومین هم کاری نداریم، میریم توی در واقع اگزمپل های هشکت که پیدا کنیم چه مودی رو باید استفاده کنیم برای کرک کردنش. پس همطور که میبینید مود 13100 اونیه که ما در واقع باید ازش استفاده کنیم. پس مود 13100 اول از همه بذاریم من هش رو اینجا کپی کنم. هشکت مود 13100 هش ورد لیست یوزر شیر ورد لیست راکیو. خب ممکنه یه خورده هش کرک کردنش زمان ببره. من ویدیو نمیسته که اصلا زمانم نبرد، به راحتی در واقع این هش رو کرک کرد و همونطور که میبینید در واقع ما پسورد رو اینجا داریم. حالا من بلور میکنم چون که ترای هک می اجازه نمیده توی رایت اپش در واقع کرک شده رو نشون بدیم. خب حالا ما پسورد در واقع یک ادمنستریتر رو داریم، پس به راحتی میتونیم با استفاده از ps exact که در واقع یک پارتی از این پکته به در واقع انتی اتوریتی رو بگیریم. فقط یه چیز مهم دیگه هم هست، اگه شما اینجا دقت کرده باشین توی در واقع انمپتون میبینید که اینجا دومین نیمش رو لیک میکنه خود باکس troy.thm. پس ما کاری که باید کنیم ps exact بزنیم troy، اگه سینتکسش یادم نرفته باشه، پسورد و نه اسم در واقع یوزر، پسورد at ip مون. و چرا من گفتم اون دوتا پورت در واقع SMB برای ما مهمن؟ از اونجایی که من چرا پسورد رو مثل این که اینجا چی نکردم، این پسورد نیست، پسوردمون اینه اگه پاک نکرده باشم. مثل این که پسوردم پاک کردم، ایراد نداره یه بار دیگه رام میکنیم که پسورد رو بهمون نشون بده. پسورد اینجا، عذر میخوام من ازتون، این پسورده. پس اینجا پسورد رو میزنیم و با ps exact در واقع کانکت میشیم، بهمون یه شل بده. خب چیز مهمی که در واقع بهتون گفتم، نمیدونم چرا کانکت نمیشه، احتمالا توی سینتکس هم در واقع مشکلی دارم. من ویدیو رو پاز میکنم اگه طولانی شد و وقتی سینتکس درستش رو پیدا کردم بهتون میگم. خب مثل این که در واقع من سینتکس هم اینجاش مشکلی داشت، باید اینطوری مشخص میکردم و احتمالا الان کار کنم. بله همونطور که میبینید، خب داشتم میگفتم ما وقتی داشتیم پورت های باز رو میدیدیم، دو تا پورت 139 و 445 که SMB بودن باز بودن، PS Exact از در واقع از طریق SMB بهمون شیل میده.
پس اگه الان هوم آیو بزنیم، همونطور که میبینید انتی اتوریتی یا همون سیستم هستیم که بالاترین یوزر روی سیستم های ویندوزه، همون روت خودمون روی لینوکس، و به راحتی هم میتونید در واقع همه فلگ های روی سیستم رو الان پیدا کنید. خب دیگه همین، امیدوارم که از این ویدیو هم لذت برده باشید. ببخشید اگه من یه خورده بد توضیح دادم و در واقع خوب اجرا نکردم این قضیه رو، ولی بازم امیدوارم لذت برده باشین. اگه خوشتون اومد لایک و سابسکرایب یادتون نره، کامنت هم بذارین، خیلی خوشحال میشم. ممنون که به من انگیزه میدید. درخواست ویدیوی چیزی داشتین حتما بهم بگین، مثلا حالا همون قضیه کربروست یا بلاد هند و این حرفا، اگه راجع به اینا سوال داشتین حتما بهم بگین تا من براتون یه ویدیو راجع به اینا بسازم. خب تا ویدیو بعدی که حالا شاید باکس هاردش باشه، از اونجا که مدیومش در واقع میگم سخت بود حداقل برای من، همونطور که میبینید هنوز هاردو کامپلیت نکردم، ولی اگه اون بود تا اون موقع خدا نگهدار.